فلسفه اصولا مسئول جواب دادن نیست. فلسفه مسئولیتی که از دوره سقراط تا به حال قبول کرده ایجاد سوال‌های بسیار مهم در ارتباط انسان با جامعه، در ارتباط انسان با طبیعت، و این سوال‌های مهمه که بعد راهگشا میشه در زمینه علوم و علوم مختلف اون جواب میدن و اون رو تبدیل میکنن به یک چیز واقعیت و کانکریتی. ولی سوال‌ها باز میمونه. من الان خدمتتون عرض میکنم، مثلا توجه بفرمایید، مسائلی که ما الان باش روبرو هستیم اجداد ما با اونها روبرو نبودن. فرض بفرمایید مسئله محیط زیست، مسئله این که ما تکنولوژی خلق کردیم که میتونیم کائنات رو با اون بسنجیم و ببینیم، مسئله فرض کنید که در استروفیزیکس که دیگه مثلا این هابل تلسکوپ نه تنها به مکان بلکه به زمان، الان به عمق زمان داره نگاه میکنه، و اینها مسائل بسیار مهمی است. و اینکه ارتباط ما با کائنات چیست، یعنی در مقابل این کائنات عظیمی که ما کشف کردیم که در تفکر بطلم یوسی خیلی خیلی محدود بود و شاید اونجا هم بهتر بود اصلا برای بشر، اگر ما نمیدونستیم که اینقدر در گوشه ناچیزی از کائنات قرار داریم. ولی به هر صورت یعنی شناخت بیشتر جایگاه خودمون پیچیده کرده وضعیتمونو، نه تنها پیچیده کرده بلکه نابسامان کرده. انسان قرن 21 نابسامان و در واقع انسانی است که هم از لحاظ روانی متوجه شده که چقدر روان انسان دچار مشکلات گوناگونه و تضادهای گوناگون و آگاهی و ناآگاهی و نقش بزرگ ناآگاهی در یا ضمیر انسان در تعیین سرنوشت انسان. از طرف دیگه ما متوجه شدیم که چقدر کائنات وسیعی است، ولی در مقابل این کائنات وسیع بسیاری میگن که ما ذره ناچیزی هستیم. خب فلسفه میتونه درست برعکسونه بگه، بگه اتفاقا ما آینه تمام نمای تمام این کائنات هستیم و ما تنها وجود آگاه هستیم که میتونیم به این کائنات فکر بکنیم و در دل این کائنات معنا بجوییم. اتفاقا ما مساوی هستیم با کائنات. اینو میتونه مثلا فلسفه بگه. یا در قسمت تکنولوژی، الان مسئله که تکنولوژی به وجود آمده اینه که فرض کنید که همه ما این سلفون ها رو در دست داریم و یه عکسی امروز من در اینترنت دیدم که یه خانم قشقایی که مثلا روی الاغی سواره در این حال داره با سلفون حرف میزنه و تکست میفرسته. این واقعیت جهان جدیده. این واقعیت جهان جدید رو ما با چجور تفسیر کنیم؟ آیا این سلفون باعث بهتر شدن و عمیق‌تر شدن و معنادارتر شدن روابط انسانی شده، یا به فقر اون داره اضافه میکنه به طور دمافزون؟ اگر شما نگاه بکنید الان در جاهایی که مردم نشستن در مهمانی ها میبینید که یا در مثلا رستوران ها میبینیم هر کسی با سلفون خودش مشغوله و داره تکست میذاره یا غیر ذلک. و این آیا واقعا این به قنای رابطه انسان اضافه کرده، یا اینکه داره ما رو فقیرتر میکنه؟ و اگر داره رابطه انسانی رو دچار فقر میکنه، اون وقت راه حل های برای این چیه؟ وقتی که ما میگیم راه حل ها برای این چیه، این دیگه در اختیار فلسفه نیست.